نزدیک به 13 14 سال پیش بود که ما این برنامه های کارگاه شاهنامه رو آغاز کردیم. البته در آغاز به صورت یک گرد همایی بود، در یک رستوران بود که ما در اونجا گرد هم می آمدیم و افراد برها شرکت می کردن و برای سالها همین ادامه داشت. بعد از یک مدتی در هر حال به دلایلی که حالا در اینجا جای گفتنش نیست این برنامه ها متوقف شد و بعد از اون پس از یک دوران وقفه نسبتاً کوتاه من برنامه هایی رو به صورتی که روی فیسبوک بذارم یا روی یوتیوب بذارم اینها رو تهیه کردم. این برنامه ها معمولاً حدود 6 یا 7 دقیقه بودش به دلیل اینکه برای مردم جاذبه داشته باشه و بعد از اون هم به هر حال با همکاری سازمان ایران پاد یک برنامه هایی رو شروع کردیم به نام پژوهشی در شاهنامه و خود هدف اصلی ما مشخصه که معرفی بیشتر این شاهکار بزرگ ادبی به ایرانیان هست و همینطور بررسی اون از جنبه هایی که شاید تا حالا مورد توجه قرار نگرفته. در مورد این که در این کارگاه ها ما به چه جنبه هایی از شاهنامه بیشتر میپردازیم این هست که به نمادگرایی شاهنامه بسیار توجه میشه و اینکه اصولا اسطوره ها چگونه شکل میگیرند و اسطوره ها چه نقشی در باورهای ما دارند، چه نقشی در شکل گرفتن رفتار گروهی یک مردم دارند و اینکه چقدر میتونن به عنوان یک الگو در واقع مورد بهره برداری قرار بگیرند. شاهنامه تنها یک اثر ادبی نیست. شاهنامه سیاسی ترین کتاب ادبی و تاریخی ماست. اگر ما شاهنامه رو بشناسیم، شاهنامه رو به درستی بشناسیم، در واقع خودمون رو شناختیم، ایرانیان رو شناختیم، به معنی یک مردم، به معنی یک ملت. و ایرانیان رو که میگم تنها اون ایرانیانی که امروز در محدوده جغرافیایی کشور ایران هستند نیست، بلکه ایرانیانی که در فراتر از مرزها قرار دارند، ایرانیانی که از سرزمین‌های آسیای مرکزی بگیرید تا آن سوی مدیترانه رو در واقع در بر می‌گیرند، سرزمین‌هایی که نوروز رو برگزار می‌کنند. شاهنامه روانشناسی اجتماعی ما رو به هم نشون میده. شاهنامه نشان میده که ما در برابر جوانمردی ها، بزرگمردی ها و کارهای بزرگی که داشتیم، برادرکشی ها و خیانت ها هم داشتیم. از صبر و شکیبایی وحشتناک ایرانیان صحبت میکنه در برابر ظلم و ستم. اغلب ایرانیان نام کاوه آهنگر و قیام او در برابر ضحاک رو شنیدند، ولی بسیاری از اونها نمیدونند که ضحاک 17 پسر کاوه رو کشته بود و تنها زمانی که به 18مین پسر میرسه کاوه قیام میکنه. یعنی نشان دهنده اون شکیبایی وحشتناک ایرانیان در برابر ستمکاری هست. همچنین مماشات با ظلم و اینکه چطور میشه ما خیلی وقتا ظلم رو رقیق بکنیم. جنبه های بسیاری هست که باید به اون توجه کرد. کاملا با اینکه از برنامه های انیمیشن یا برنامه های کارتون یا هر چیز دیگری استفاده بشه برای ساختن داستان‌های شاهنامه و برای معرفی اون برای همه مردم، فقط به جوانان محدود نمیشه، برای اینکه امروز واقعا خیلی فراتر از اون رفته که ما بخوایم بگیم برنامه‌های دیجیتال یا برنامه‌های انیمیشن فقط بچه‌ها یا کودکان از اون استفاده میکنن. اینها یک فرصتی رو برای ما پیش آوردند. ببینید، زمان نقالی ها گذشته. در یک زمانی بود که تلویزیون نبود، رادیو نبود و نقال ها نقش بزرگی رو در انتقال داستان های شاهنامه در واقع داشتند. البته در این نقالی ها بیشتر به شرح داستان می پرداختند، به جنبه های روانشناسی اون شاید اصلا توجه نمی شد. در یک زمانی که کشورهای دیگه از اسطوره های خودشون، مثلا یونانی ها، رومی ها و یا اسطوره های کشورهای دیگر شروع کردند به ساختن فیلم، ما عقب بودیم و این توانایی ها رو نداشتیم که در سینمای خودمون این اسطوره ها رو به صورت فیلم سینمایی در بیاریم. ولی امروز شاید یه فرصتی باشه که ما با امکانات تقریبا بسیار محدود و کمی میشه از این برنامه های دیجیتال استفاده کرد و حتما باید از اون استفاده کرد. منتها باید خب یک راهنمایی های بشن کسانی که علاقمند هستن با این کارها و جنبه های گوناگون رو در نظر بگیرن
و من کلن امیدوار هستم به اینکه نسل جوان پی برده به اینکه شاهنامه براش بسیار ارزشمنده. حالا شاید به همه اون جزئیات هنوز پی نبردن، ولی من فکر میکنم که آینده بهتری رو باید انتظار داشتم.